آزادی بیان مطلق است یا باید آن را محدود به قیودی دانست؟ و برگزاری کنفرانس هفته وحدت در ایران چه ثمراتی در سه دهه گذشته داشته؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. هفته‌نامه شارلی ابدو در روی جلد نخستین شماره خود پس از کشتار پاریس کاریکاتوری از پیامبر اسلام را چاپ کرده که میگوید من هم شارلی هستم و بالای سرش نوشته همه چیز بخشوده شد. پیامی از سردبیران این نشریه که میگوید کشته شدن 9 نفر از همکارانشان را بخشیدند. جمعی از نهادهای اسلامی اما بلافاصله همین کاریکاتور را هم گناهی نابخشودنی دانسته و انتشارش را محکوم کردند. وزارت خارجه ایران گفت انتشار این کاریکاتور موجب تحریک مسلمانان خواهد شد. حزب الله لبنان آن را بسیار توهین‌آمیز توصیف کرد و الازهر مصر ضمن محکوم کردن انتشار کاریکاتور اخیر آن را موجب افزایش نفرت دانست. شارلی ابدو البته همچنان انتشار این نوع کاریکاتورها را در چارچوب حق آزادی بیان، حق طبیعی خود می‌داند. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با پیام یزدانجو، نویسنده و پژوهشگر که از پاریس با ماست. سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین از تورنتو با ما خواهد بود و اینجا در استودیو. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار و داریوش محمدپور، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی ما را در طول برنامه همراهی خواهند کرد. اما پیش از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشین. تجلیل و حمایت از آزادی بیان، آزادی رسانه و آزادی قلم. با شعار من شارلی هستم. دریایی از مردم در خیابان‌های پاریس روز یک شنبه نمادی علیه خشونت شدند. نه تنها در پاریس که در بسیاری دیگر از شهرهای دنیا. همه کشتار روزهای گذشته در پاریس را محکوم کردند، به ویژه کشتار کارتونیست‌ها را. اما از همان روز بحث‌های حاشیه‌ای بسیاری در فضای مجازی و در رسانه‌ها در گرفت. بسیاری کارتون‌های منتشر شده در نشریه شارلی ابدو را توهین به مقدسات و به ویژه توهین به مسلمانان می‌دانند. قلم‌های کارتونیست‌های این نشریه را زهرآلود توصیف می‌کنند. این گروه تحریریه شارلی ابدو یا حامیان آن را به اسلام ستیزی متهم می‌کنند. در مقابل گروهی دیگر در پاسخ به این اتهامات از آزادی بیان میگویند که حد و مرزی ندارد و میتواند تمام مقدسات را زیر سوال ببرد و کفرگویی هم بکند. آن را حقی میدانند که در انقلاب فرانسه به مردم این کشور داده شد و در پاسخ به اتهام اسلام ستیزی گروه مقابل را متهم به حمایت از تروریسم و خشونت میکنند. از آن سو اسلامگرایانی هم هستند که میگویند آزادی بیان در دین اسلام معنا ندارد. در دنیای مجازی بحث ها و نقطه نظرات تندتر می شود. من شارلی هستم به سرعت به یکی از محبوب ترین هشتگ ها در توییتر تبدیل می شود و بحث های حاشیه ای هم داغتر و داغتر. روپرت مرداک، مالک شرکت رسانه نیوز کورپوریشن، در توییترش این جمله را توییت می کند. ممکن است اکثر مسلمانان صلح طلب باشند، اما تا جایی که وجود قده سرطانی جهادیون را طرد نکنند و آن را نابود نکنند، آنها نیز باید مسئول این اعمال شناخته شوند. جی‌کی رولینگ، نویسنده کتاب هری پاتر، در پاسخ این جمله را توییت می‌کند: من مسیحی متولد شدم، اما اگر قرار باشد مسئولیت کارهای روپرت مرداک را به عهده بگیرم، خودم دست از دین برمی‌دارم. این دعوا و دعواهای لفظی دیگر همچنان ادامه دارد. در این میان سوالاتی هم مطرح است. مهاجمان مسلح همگی متولد فرانسه و درس خوانده در این کشور بودند. این خشم و نفرت از کجا می آید؟ روز یک شنبه اکثریت مردم در فرانسه و در بسیاری از کشورهای دنیا همدل و همصدا با مردم در پاریس بودند. ولی آیا دولت فرانسه و دیگر دولت مردان اروپایی راه حلی ماندگار برای جلوگیری از چنین فجایعی دارند؟ آیا وقایع رخ داده در پاریس جنگ اسلحه با قلم بوده یا فراتر از آن است؟ آیا این خشونت بین شهروندان است یا جنگی است که ریشه در جای دیگر دارد؟
شارلی ابدو این بار در 3 میلیون نسخه منتشر شد. تیراژ معمول آن 60,000 نسخه بود. روی جلد تازه ترین شماره شارلی ابدو طرحی از پیامبر اسلام چاپ شده با پلاکاردی با این مضمون در دستش: من شارلی هستم. و بالای سر او نوشته شده: همه بخشوده می شوند. به گفته سردبیرش می خواهند نشان دهند که امتیازی به افراطی ها نمی دهند. آیا انتشار دوباره شارلی ابدو با تیراژ میلیونی پایان این رویاروی خواهد بود؟ گزارش همکارم مریم افشنگی بود. بسیار متشکرم از مهمانان برنامه که دعوت ما رو پذیرا شدند. آقای سرکوهی، اگر نگاه مختصری بخوایم بندازیم با آنچه که گذشته، در سال 2006 شارلی ابدو اعلام کرد که کاریکاتورهای پیامبر اسلام رو که در دانمارک منتشر شده بود بازنشر خواهد کرد. اون موقع ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه گفتش که این یک تحریک آشکار هست و از شارلی ابدو خواست که این کار رو نکنه، ولی خب گوش ندادن و منتشر شد. در سال 2011 به هر حال این ماجرا همینطور ادامه پیدا کرد. شارلی ابدو اعلام کرد که سردبیر مهمان یکی از شماره‌هاش پیامبر اسلام خواهد بود. همون موقع هم خیلی از سیاستمدارای فرانسوی اعتراض کردن و گفتن که این کار رو نکنه شارلی ابدو، ولی خب کماکان این اتفاق افتاد. پرسشی که مطرح این هست که چرا این سیاستمداران که مرتب مخالفت خودشون رو با انتشار این نوع کاریکاتورها در فرانسه اعلام کردن، قانونی وضع نمی کنن و این رو غیرقانونی نمی کنن که این کار برای همیشه بسته بشه این پرونده؟ خب من طبیعتاً در ذهن اون سیاستمداران نیستم تا بتونم دقیقاً بگم اونا چگونه فکر میکنن، اما میتونم حدس خودم رو بگم. سیاستمداران اروپایی یکی از اهداف مهمشون این است که به هر حال امنیت جامعه حفظ بشه، آرامش جامعه حفظ بشه، و به هر حال هیچ کسی دوست نداره که در کشورش تنش‌های بزرگ درگیر بشه. و اما یک مشکل دیگری هم وجود داره و اون این است که توجه بکنیم که آزادی بیان، کاریکاتور در واقع بازآفرینی هنری یک چهره یا یک موضوع هست با نگاه انتقادی در قالب طنز. کاریکاتور میتونه ضعیف باشه، قوی باشه، میتونه به اصطلاح خیلی عرصه‌های متعالی هنری داشته باشه، میتونه به قول معروف چیپ یا مبتذل باشه، همونطور که رمان، مثلا رمان سلمان رشدی یک رمان خیلی بزرگ با ارزش ادبیه. اولیس جویس هم همینطور، جنایت مکافات داستایوفسکی هم همینطور. اما اینها در مضمون‌هایی دارن که ممکنه مذهبیار ناراحت بکنن. خب این آزادی بیان رو که چون نمیشه گفتش که ما حالا یک جمعی درست میکنیم، یک وزارت ارشادی درست میکنیم و تعیین میکنیم که چی چاپ بشه چی نشه و غیره، آزادی بیان در اروپا دستاورد مبارزات بزرگی است که شده. یعنی شما توجه بکنید که در همین اروپا کلیسا جردانو برادر سوزون برای که گفتش که زمین میچرخه، یا مثلا بسیاری از آثار هنری رو اجازه نمیداد. اما بعد به تدریج مبارزات زیادی درگیر شده تا آزادی بیان تحقق پیدا کرده و جامعه اروپایی احانت. ببینین اینجا یه بحث دیگری هستش. باید ما ببینیم که وقتی شما میگین اهانت یا توهین، همه اینهایی که میگوین اهانت و توهین نمیتونن تعریف مشخصی از توهین به دست بدن یا از اهانت. مصداقش رو میشه درک کرد. هر کسی نشون. اما نه، مصداق رو میشه نشون داد وقتی یک اتفاق خیلی وحشتناکی میفته. و اون این هستش که طبیعتاً اگر مثلا مسلمانان یا مثلا فلان مذهب بیاد بگی که کسی اجازه نداره به مقدسات من توهین بکنه، یعنی من چیزهایی رو مقدس اعلام میکنم و من تشخیص میدم چه چیزی توهین هست چه چیزی نیست. این حق رو خب طبیعتا نمیشه فقط به مسلمانان داد، باید به همه داد. نه اجازه بدید. کاریکاتورها را اهانت آمیز میدونید و فکر میکنید که علارغم اون باید منتشر میشدن؟ ببینید من اصلا داوری برای که من میخوام اینو بگم، اگر به هر کسی اجازه بدن که بیاد یک لیست فهرست اهانت درست بکنه و فهرست توهین درست بکنه و فهرست مقدسات توهین درست بکنه، این یک ما یک فهرست چند هزار عنصری داریم و بعد هم یک مجمعی باید درست بشه که بیشتر از مجمع سازمان ملل عضو داره، از همه فرقه ها و عقیده ها و مکتب ها و افراد و سیاست ها و غیره، که بیان تشخیص بدن که چه چیز اهانت آمیز هست. همه احزاب سیاسی رهبرانشون اگر شما کاریکاتورش بکشین اهانت آمیزه. بنابراین این واجهه اهانت آمیز ما در هنر، من دارم بحث هنری مورد خاص. پس شما فکر میکنید که شارلی ابدو این حق رو داشت که منتشر بکنه و از این حق دفاع میکنه؟ ببینید ممکن است من شخصا در نوشته هام هرگز اصلا راجع به مذهب من چیزی نمی نویسم، اما این حق رو برای هر کسی قائلم که مذهب رو به شکل دلخواه خودش، نه اینکه ما تعیین میکنیم چه شکلی، نقد بکنه. آقای محمدپور، شارلی ابدو حق داشت مذهب اسلام رو اونطوری که خودش صلاح میدونه و خب دیدیم که چگونه به تصویر کشیده، به تصویر بکشه. سوال غلط. ببینید آزادی بیان یا بیان آزاد، آزاد مفهومی ممتنعه، نه اینکه باید یا نباید.
بسر هست و نیست. آزادی بیان و بیان آزاد هم وجود نداره. به این شرطی که عرض میکنم خدمتتون. سال 1643 جان میلتون رساله ایروپاجتیکا رو نوشت. توی ایروپاجتیکا که در واقع یکی از پرشورترین دفاعیایی است که از آزادی بیان مطرح میشه، شما جان میلتون بعدش جان استوارت میلز دارین و تمام دفاعهایی که از آزادی بیان امروز مطرح میشه و تمام کسانی که خیلی بی قید و شرط و بی حد و استثناء از آزادی بیان دفاع میکنن ناگزیر باید به این خدایان و پیامبران آزادی بیان ارجاع بدن. کتاب در واکنش به اعتراض به قانونی است که پارلمان وضع میکنه برای ممیزی، در واقع برای اینکه قانون مشخص کنه که چه چیزایی اجازه چاپ داره، همون چیزی که ما امروز باهاش آشناییم تو نظام‌های سیاسی میبینیم. و میگه که استدلال میکنه، میگه شما اولا که باید اجازه بدید افکار مطرح بشن، چون اگه مطرح نشن زیرزمینی میشن، هزار شکل دیگه پیدا میکنن، نقد نمیشن، نمیشه کردشتن، شما باید بدون هیچ گونه استثنایی اجازه بدید افکار مطرح بشن. اما همین آدم نزدیک 3/4 متن که میره جلو یه جایی جمله داره، میگه البته همه شما میدونید که من این آزادی رو برای پروتستان، برای کاتولیکا قائل نیستم. کاتولیکا رو باید از بین برد، باید نابود کرد. و تمام مفسرین بعدی موقعی که اومدن میلتون رو خوندن به دست و پا افتادن، سعی کردن توجیه کنن که چرا این حرف رو زده، در حالی که آقا هیچ اتفاق عجیب غریب نیفتاده. این همون کاری کرده که امروز همه دارن میکنن، به خاطر که بیان آزاد وجود نداره. یک، شما موقعی که میگید بیان آزادی آزادی بیان، پیشاپیش یه چیز رو از دایره بحث گذاشتید کنار، یه چیز مسکوت گذاشتید. یعنی آزادی بیان شما برای اینکه شما یه چیز رو میگید، برای اینکه چیزای دیگه ای رو نگید. این نکته اول. نکته دوم اینه که هر آدمی، هر کسی بلا استثنا روی کره زمین یه نقطه حساسی داره که یا همون ابتدا مرزبندی میکنه، اذعان میکنه، میگه آقا این خط قرمز منه، من اینجا نمیتونم عبور کنم. یعنی آقای سرکویی، من، شما، آقای دباغ، هر کس دیگری یه جایی حالا یا اذعان میکنه بهش، شما برای خودتون چه خط قرمزی تعیین میکنه یه بحث دیگه، ولی اینکه برای دیگران هم فکر کنه اونجا میرسه، خط قرمز اونجا میرسه کوتاه در یک روز. یه نکته بگم، یه کسی رفته یه کتابی نوشته و یکی مثلا تو کتابش تناقض، این من فکر کنم به بحث ما رفتی نداره. بعدم همه نباید به این مراجع رجوع بکنن. شما اجازه بدید به مراجع یک روز دیگران. نکته بعد اینه که همه اینا، یعنی شما میلتون میگه که نمیدونم کاتولیکا این حقو ندارن، بعد شما میگه بله من همه چیزو تحمل میکنم الا گفتار مثلا نئونازیا رو، همه چیزو تحمل میکنم الا گفتار ضد یهود رو، همه چیزو تحمل میکنم الا گفتار سکسیستی رو، جنس بین زن و مرد تفاوت قائل، همه چیزو تحمل میکنم الا گفتار علیه معلولان. یعنی بنیان بحث سر اینه که شما یه سری چیزای رو پیشاپیش کنار میذارید. آزادی بیان شما معتقدی که پس وجود نداره؟ بعد میگردم آقای سرکویی، ولی یک سوال، فکر میکنید که باید این کاریکاتورایی که در پاریس منتشر شدن رو، انتشارشون رو جلوش رو قانون میگرفت؟ در یک جمله بله خیلی. من نمیدونم، اون قانون فرانسه مربوط میشه. یعنی همین نکته که آقای سرکویی گفتن، شما چه من فکر میکنم نه، باید جلوشو میگرفت، به خاطر اینکه به همون دلیلی که در کانادا، در آمریکا شما جلوشو تا دهه 70 متمم اول قانون اساسی اینجوری تعبیر میشه. شما معتقدید که قانونن باید این انتشاری اینا گرفته بشه؟ متفاوتش اینه که شما اکثریت مسلمان نداری، قدرت نداری، زور نداری، چون نمیتونی ممنوعش کنی. آقای دباغ. بله جناب دباغ، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا باید قانونی منع میکرد انتشار این نوع کاریکاتورا رو؟ مستاق مشخصه، میدونیم چه کاریکاتورایی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. عرض میشود که تصور میکنم در باب این قصه کاریکاتورها و حالا نکاتی که دوستان گفتن، اگر میان آزادی بیان و آزادی اهانت و آزادی نفرت پراکنی تفکیک بکنیم، مسئله روشن‌تر میشه. در باب اینکه قانون مستقیما این کارو باید میکرد یا نه، خب من شهروند فرانسه نیستم و بیشتر میکوشم مسئله رو از این زاویه نگاه بکنم و بفهمم که کاریکاتورا رو مستاق کدوم یکی از این موارد میدونید؟ مستاق آزادی بیان، مستاق ترویج نفرت، مستاق توهین به مثلا یک نژاد؟ یعنی از دید شما این کاریکاتورها مستاق کدوم یکی از این موارد هست؟ بله عرض میکنم، من تصور میکنم که اگر از منظر 10% جامعه مسلمان فرانسوی نشین نگاه بکنیم، این کاریکاتورها مستاقی از آزادی اهانت و آزادی نفرت پراکنی است. ملاحظه بکنید، میشه همین رو پرسید از کسانی که احیانا به این رأی باور ندارن یا از منظر دیگری نگاه میکنن. ببینید قصه هولوکاست فرمسر به درستی در زمره خط قرمزها قرار گرفته در جامعه اروپای امروزی، بدین معنا که آزادی بیان درسته که از دستاوردهای انسان مدرن در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در زمره حقوق بنیادین انسانه که هیچ کسی به هیچ دلیلی نمیشه اون رو ازم بگیره،
اما لا قید و لا شرط نیست. آزادی اهانت و آزادی نفرت پراکنی در علل اصول میشه در ذیل آزادی بیان قرار بگیره، اما هم عموم اغلا بر این باورن که این امر غیر اخلاقیه و هم در قانون این گنجانده شده. من تصور میکنم یه دلیل این که حزم این قصه برای عده‌ای ثقیله اینه که از باورهای دینیشون فاصله گرفتن و قصه مقدسات رو هم اینجا به نظرم باید خیلی روشن معنا کرد. یه معنای متافیزیکی از مقدسات اینجا مد نظر نیست. یه شخصی است، یعنی پیامبر گرامی اسلام، که برای کثیری معزز و محترمه. اهانت به اون مثل اهانت به پدرشون میمونه، چون پدر معنوی ایشان هویتشون و نحوه زیستشون رو از او گرفتن. وقتی به او اهانت میشه قویاً آزرده خاطر میشن و من فکر میکنم همون گونه که یک اقلیت یهودی در جامعه آن روز اروپا این حق رو پیدا کرد نهایتاً از طریق سیاستمداران و جوامع حقوقی که قوانینی علیه عرض بشود که نژاد یهود، علیه کسانی که علیه نژاد یهود سخن میگفتن وضع کردن، من نمیخوام قانونگذار نیستم اما میتونم این رو بفهمم که اقلیت مسلمان اروپایی نشین و فرانسوی نشین چقدر آزرده خاطر میشه. آقای دباغ، پس با این حساب شما فکر میکنید که کاریکاتوری که اهانت‌آمیز هست برای پیروان یک آیین دیگر قاعدتا نباید منتشر بشه؟ در درون خود ادیان چگونه میبینید این رو؟ مثلا شما در قرآن که نگاه میکنید میگه کسی که هدایت نشده اینها مثل چهار پایان هستند، حتی بدتر از حیوانات، حتی بدتر از چهار پایان. یعنی و خب روشنه کسانی که گمراه هستند از دید قرآن چه کسانی هستن، پیروان ادیان دیگر به هر حال در شمول اون قرار میگیرن. این رو چگونه میبینید؟ آیا انتشار این توهین رو هم اصولا باید ممنوع کرد یا اینکه نه، شما اینکه به پیروان دیگر ادیان گفته بشه حیوان یا بدتر از حیوان رو توهین نمیدونید؟ مرادتون مشخصا اون به آیاتی است که در قرآن آمده؟ بله، چون بحث ما الان در باب کاریکاتور بود، یعنی میخوام ببینم که بگم که در درون دین اصولا ما مثلا میگیم که اهانت به دین اسلام یا پیروان دین اسلام درست نیست، ولی در خود دین اسلام به ادیان دیگر اهانت میشه، به کرات همین اتفاق میفته. پس در صورت های اینا رو هم باید ممنوع کرد؟ اهانت به چه معنا؟ این که میفرمایید وقتی که گفته میشه که مثلا اولائک کل انام بل هم ازل، این توهینه یا نه؟ فکر نمی کنم این توهین به معنایی که عرض می شود. آخه بحث قرآنی بخوایم بکنیم قدری ممکنه زمان بر باشه به این معنا، چون ما یک کفر قرآنی داریم، الان فرمودید کفر فقهی داریم، کفر قرآنی داریم، بیشتر اونجا ناظر به مقوله هدایت اونقدر که من میفهمم، نه کفر فقهی. و بعدم اگر هم هست قصه آثار و نتایج اخرویه که بر اون مترتبه، قرار نیست به لحاظ دنیوی آثار و نتایجی پیدا بکنه. بسیار خوب، ولی به هر حال این رو شمول توهین احتمالاً پس نمیدونید. شما اجازه بدید حالا با آقای یزدانجو ادامه بدیم. آقای یزدانجو، در کشوری که حدود به هر حال 10% به گفته آقای سروش دباغ مسلمان هستند در فرانسه، چرا باید واقعا این اجازه رو بدن که به مقدسات اینها توهین بشه؟ همونطور که گفتن پیامبر به هر حال پدر معنوی مسلمانان هست. خب فکر میکنم که باید یه سابقه ای از این بحث آزادی بیان در فرانسه داشته باشیم و ببینیم که در یک بستر گسترده تر این یکی از میراث‌های فرانسه مدرن محسوب میشه. از پیش از انقلاب فرانسه ما دوران روشنگری رو داشتیم در اینجا، متفکرانی مثل روسو، مثل ولتر و همفکرانشون در کشورها و فرهنگ‌های دیگه اروپایی جنبشی رو راه انداختن برای آزادی خواهی، برای بست اندیشه انتقادی و مشخصاً برای مبارزه با قدرت مذهبی کلیسا. بنابراین این جنبش در اون دوران به شدت ضد مذهبی و مسیحیت ستیز بود و به دنبال اون شعارهای انقلاب فرانسه بیانیه حقوق بشر مطرح شد و میدونید که همچنان فرانسه امروز خودش رو معتقد به اون سه اصلی میدونه که در اون دوران مطرح شد، یعنی
آزادی، برابری و برادری. آقای یزدان جان، شما به درستی اشاره کردید در واقع به سابقه ماجرا در فرانسه. میدونید مثلا شارلی ابدو کاریکاتور پاپ رو هم کشیده و میتونه بشه گفت اهانت کرده، ولی یک مقایسه چند روز گذشته، حالا جاهای مختلف گفته شده، ولی یه مثال روشنش جیسون استنلی، استاد فلسفه دانشگاه ییل نیویورک آمریکا که در این حال یهودی هم هست، در نیویورک تایمز نوشته بود که وقتی در فرانسه از پاپ انتقاد میشه یا حتی بهش اهانت میشه، این اهانت به اکثریت در قدرت هست، ولی وقتی که کاریکاتور پیامبر کشیده میشه، این اهانت به اقلیت مورد تبعیض هست، یعنی بخشی از جامعه که مورد تبعیض قرار میگیره، حالا شما تأخیر رو هم بهش اضافه میکنید. خب دقیقاً اون بحثی که مطرح شد، دوستان گفتن در مورد آزادی بیان بی حد و حصر نیست، که من فکر می‌کنم خب طبیعی است که بی حد و حصر نیست، ولی از این چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم؟ بحث من همین هست که آزادی بیان یک قید قانونی داره که اون رو قانون مشخص می‌کنه و اون هم قابل مذاکره است در فضای آزادی بیان، یعنی به واسطه وجود آزادی بیان میشه خود اون قانون رو نقض کرد، و قید دیگه‌ای که وجود داره قید اخلاقی است، یعنی اینکه ما این حق آزادی بیان رو داریم ولی میتونیم از حقمون استفاده کنیم یا نکنیم. حالا در چارچوب این قیود شما این کاریکاتورها رو انتشارش رو فکر میکنید که آیا شارلی ابدو حق داشت این کارو بکنه یا نه؟ خب دقیقاً همین رو میخوام اشاره بکنم که موضوع اینطوری نباید موضوع رو تقلیل داد که فرضاً مثلا من، البته به طور خاص از موضع یک مجله یا یک روزنامه یا یک ارگان خاص دفاع نمی‌کنم، از موضع کلی دارم میگم که اگر که فکر بکنیم که کل ماجرا این هست که مثلا هدف این بوده که اقلیتی زیر فشار بیشتر قرار بگیرن، این غیر اخلاقی است با یک قید، حالا اون قید رو بعداً میگم، اما در نظر بگیرید که بخش زیادی از این واکنش ها در واکنش به کنش هایی است که همکیشان مسلمانان ممکنه در اروپا یا در سایر نقاط دنیای اسلام یا جاهای دیگه انجام بدن. میدونید که مثلا خیلی از اتفاقاتی که افتاد در واکنش به ماجراهای خاورمیانه، در واکنش به داعش، ماجراهای کوبانی و اینها بود. یک نکته رو اجازه بدید که من اضافه بکنم، اینکه ما میگیم که یه آدمی که زیر ستم هست نباید ستم بیشتری به او بشه، اینجا هم باز یک قید خیلی خیلی دقیق باید گذاشت که اگر که ما احساس بکنیم بخشی از ستمی که بر اون آدم میره یا بر اون اقلیت میره به خاطر تعصبات و به خاطر خرافاتی است که همراه خودش داره، اینجا من فکر می‌کنم اتفاقا اخلاقا نیاز داریم که از او انتقاد بکنیم. آقای سرکوهی، بالای نشریه شارلی ابدو نوشته که ژورنال ایرسپانسابل، حالا من تلفظ فرانسوی من رو ببخشید، ولی میگه نشریه بدون مسئولیت. چرا یه نشریه نباید برای خودش مسئولیتی قائل بشه؟ ببینید، اولا من فکر می‌کنم این بحث رو به این شکل اگر مطرح بکنیم، در واقع در این بحث رو در واقع در این مسئله اصلی رو نمی‌بینیم، می‌خوایم هی دور فریاد بچرخیم. واقعیت قضیه این هستش که یک سری معانی مذهبی در اسلام وجود داره، میتونه بسیار محترم باشه، از جمله که شما اجازه ندارین که تصویر پیغمبر اسلام رو بکشید. این من نمیدونم در قرآن هست یا نه، یا از قرآن، ما هم همه میدونیم که مسلمانان ده ها هزار تفسیر از اسلام وجود داره، از تفسیر بنیادگرایان گرفته تا تفسیر اصلاح طلبان و غیره، اما تاریخ در تاریخ این اعمال شده، یعنی ما نقاشی و مجسمه سازی در کشورهای اسلامی نداریم. حتی این کاریکاتور بعدی که آخری که معده کاریکاتور توهین‌آمیزی نیست، حتی به سود پیغمبر اسلام هست، میگه که پیغمبر اسلام مخالف تروره، اما با وجود این به این همه اعتراض شده، چون مسئله اینجاست. و بعدم مسئله کاریکاتور نیست، ما فتوای قتل سلمان رشدی رو داریم، ما قتل احمد کسروی یا حتی تاریخ خودمون محمد کسروی داریم که کشتن به این دلیل که به مذهب من نمیگم همه مسلمان‌ها اینطوری فکر می‌کنن، من میگم اما هستند لایه‌هایی در مسلمانان که چنین می‌اندیشند، هستند و بودند لایه‌هایی در مسیحیت هم که چنین می‌اندیشند که با خشونت متوسل بشن در برابر نقد. اما واقعیت قضیه این استش که مسیحیت مثلا پذیرفته است که نه که آقا وقتی که چیزی منتشر میشه که ما رو نقد میکنن، ما فعلا تحریمش میکنیم، بیانیه علیهش میدیم، نمیدونم مینویسیم علیهش، اما نمیریم اون رو بکشیم یا نمیریم خواستار این بشیم که ممنوع بشه. شما الان مثلا رمان عظیم و بزرگی دارین مثل مسیح بازمصلوب کنستانتیس که یکی از پایه‌های ادبیات دنیاست، مسیح رو توصیف میکنه که با یک فاحشه میخوابه، فیلمش هم دارین که اصلا اونو قشنگ هم نشون میده، کلیسا هم مخالفه، به شدت هم اعلامیه داده علیهش، تحریمش هم کرده، اما کسی نرفته اینا رو بکشه. خواستار ممنوعیت
دستش هم کسی نشده. بحث ما این دوتاست. اینکه آزادی بیان در همه جا خوب اجرا نمیشه کاملا درسته، اما این حق بنیادی بشر درست نمیشه. اینکه بحث هولوکاست ممنوعه، خب من مثلا، نه من، بسیاری از نویسندگان، بسیاری از اعضای پن که من توش هستم مخالف هستن که این بحث ممنوع باشه. این بحث هم باید مثل همه بحث آزاد باشه. مسئله این هستش که اینکه اگر من الان دارم میگم که باید آزاد باشه چاپ کاریکاتور، معنیش این نیست که من میخوام کاریکاتور بکشم. مشکل این هست گروهی از مسلمانان، نه همشون، با به اصطلاح باستاب تاریخ اسلام و چهره های مقدس اسلام در آثار و هنری مشکل دارن. چرا؟ چون همین گروه، مثلا آقای دباغ، من مطمئنم که معتقد شما یک مقاله بنویس نقد بکن اسلام رو، من هیچ مشکلی هم باش ندارم و جواب میدم. مشکل اونجا هستش که آثار هنری تخیل نویسنده میاد با واقعیت ترکیب میشه. کتاب سلمان رشدی چنین. بنابراین من فکر میکنم که این یک نکته، من بگم راجع به اقلیت اکثریت بحثمون فقط یک جمله. این که ما بیاییم بگوییم که اگر ما یک اقلیت یک جایی وجود داره به اعتقادات او توهین بکنیم به دو شرط منصوب است. یکی اینکه توهین چیست، اولا این نیست که او چه چیزی رو توهین فرض میکنه، چون من توهین فرض میکنم وقتی که مثلا شما میروید بوتای در میشکنید و میندازین تو آشغال، در عمل دیگه، حالا آزادی بیان هم نیست، در عمل به مذهب اونا توهین کردیم. خب اونا میتونن بعد ما اون شخص رو تمجید میکنیم، این کسی که این کارو کرده میگه بت شکن قهرمان ماست میشه. خب این نمیشه. بنابراین توجه بکنیم که اولا به مجرد که پایین توهین و مقدسات در کار آمد تعریف ناپذیره، و این بحث اساسی رو ما باید توجه بکنیم که ما داریم اینجا از حق بنیادی آزادی بیان صحبت میکنیم، نه از حق کاریکاتور یا حق رمان یا حق غیر رمان. آقای محمدپور، این همه دوستان به نظر من تاریخ قصه رو یه جورایی نصف نیمه و ناقص روایت کردن. اولا که درباره مسیحیت، دعوا سر مسیحیت نبود، دعوا بین کاتولیکا و پروتستان ها بود. یعنی خیلی مشخص از میلتون شروع کنید، شما حتی به روسو برگردید، به ولتر برگردید، تمام اینا بحثشون یه جایی مرز پروتستانتیسم، یعنی اصلاح دینی، لوتر و اینا که سرکلشون پیدا میشه، کالوین که پیدا میشه، دقیقاً سر این بحثه. پس مسئله مسیحیت به طور کل نیست، دعوای خیلی کوچیک‌تری داره. نکته بعدی اینه که خب اینه که آقای سرکوهی میگن نمیدونم تصویر کردن، نمیدونم داد درست غلط. خب از لحاظ تاریخی نادرست، اصلا همچین چیزی در قرآن وجود نداره. مسلمان‌ها بارها این کارو کردن، اینقدر عکس فراوانه که اصلا بحث ما این نیست. ولی عکس پیغمبر اسلام زیاد کشیدن فراوان، مثلا حالا برید نگاه کنید. نه بعد مثال بزنید وقتی حالا در ایران عکسایی هست که فراوان زیاد پیغمبر اسلام شناخته میشه یا امام علی یا امام حسین با چهره، با چهره ای که اصلا دقیقاً تصویر چهره. حالا اینو فارغ از بحث ماست، ولی ببینید من برمیگردم به بحث اصلی. اصلا برخلاف اون چیزی که آقای دباغ میگن، اگه دوستانی که از باور دینشون فاصله گرفتن این نکته رو نمیفهمن، اصلا ربطی به دیندار غیر دیندار بودن نداره، ربطی به سکولار و مذهبی بودن نداره، بس بحث عقلیه. یعنی شما میلتون به کاتولیکا کار داره، بعد مثلا نونازیا مطرح میشه، بعد مثلا معلولان مطرح میشه. تراوان تو این روزا دیدیم نوشتن که آقا این معیار دوگانه است. ماجرا رو اگه صحبت بخوام بکنم، بحث این هست که مسلمان ها میگن که آقا به ما اهانت میشه با این کاریکاتورها. ولی مثالی که حالا آقای سرکوهی زدن، بحث این که شما، یعنی در خود این دین اسلام اهانت به ادیان دیگر به فراوان یافته میشه. آره، ولی شما یه چیزی که شما زیارتنامه های ما، یه چیزی که شما فراموش میکنید، قدرت سیاسیه. یعنی شما یه حکومت داره وقتی این کارو میکنه که شما اصلا کاملا قصتون فرق میکنه باش، با اینی که یه اقلیتی که در قدرت نیست شما دارید این کار فرق میکنه. به اینکه شما، یعنی اگر در جریان روشنگری شما پای کاتولیسیسم رو اینجا در میون ببینید، به خاطر که پاپ پیوند خورده به قدرت سیاسی، شما با آزادی بیان در واقع دارید در برابر قدرت سیاسی مسلطی که حقوق بنیادین شما رو نقض میکنه میایستید. نه یه آدم که دستش به هیچ جا نمیرسه، هیچ جایی نمیتونه عوض کنه. خب اگه در فرانسه شارلی ابدو بیاد به شما یکی بسیار خوش، شما میگید که این توهین به اقلیت هست، ما این کارو نمیکنیم، فردا کلیسا میاد میگه که آقا اون نمیتونید، پس کلیسا رو هم نمیتونید. اون به جمهوری فرانسه مربوطه، به قدرت سیاسی مربوطه، که مسئول 400 سال مبارزه من با قدرت مذهبی. حتی 400 سال نیست، ببینید شما در آمریکا متمم اول قانون اساسی تا دهه 70 مرز قائل بود برای افترا، برای توهین، و همین چیزا جزو مصادیقش بود. از دهه 70 به بعد که اینجوری نگاه اباهی مسلک میشه. آزادی بیان رو ما بهش نگاه نمی‌کنیم به عنوان ابزار مبارزه با این و اون و اون. آزادی بیان حق بنیادی بشریه، میتونه ابزار مبارزه با قدرت سیاسی هم نباشه. حق می‌بینید آقای دبا؟ من حقیقتش با نکاتی که طرح شد توسط دوستان از این منظر میخوام بهش بپردازم. البته همطور که آقای سرکوهی گفتن، آزادی بیان حق بنیادین تخلف ناپذیر بشره. من هم اشاره کردم که به این باور دارم، به مثابه یکی از دستاوردهای نیکویی که براش زحمات عدیده کشیده شده. اما فکر میکنم باید حساب سکولاریزم ستیزگر رو بدین معنا که سکولاریزمی که به هر حال یا از آن طرف دینداری که
معطوف به باورهای دین ناباوران به نحو اگریسیو و تهاجمی حمله میکنه، از دیگر دینداران یا از دیگر خدا ناباوران تفکیک کرد. من با عنوان یه رفرمیست مسلمان تصورم این است که همینطور که اشارتی رفت و من فکر میکنم در آیین اسلام هم این باید اجرا بشود یا این نگرش بر مسند تصویب بنشیند، نه بابت حتی اهانت به کسی، هرچند این کار رو قویا غیر اخلاقی میدانم، چنان که آوردم پیامبر گرامی اسلام پدر معنوی میلیون ها و بلکه میلیارد مسلمانند و میشه از منظر اونها نگاه کرد که این امر متضمن آزار و اذیتشان است، و اگر بحث دیگری رو که از مقدمات فلسفه اخلاق لویناس است و متضمن پاسداشت ارزش‌های انسانی و اساساً اخلاق رو با دیگری آغاز کردن، دیگری یعنی انسان گوشت و پوست و خوندار انضمامی، میتونم بفهمم که این امر اخلاقاً محکومه، اما به لحاظ کنشی که باید صورت بگیره، واکنشی که باید صورت بگیره، با ستاندن جان این افراد هم مخالفم و فکر میکنم این مجازات هم مجازات غیر اخلاقی. آقای دباغ، در چارچوب همین نگاه درون دینی اصلاح طلبانه که شما اشاره کردید، چون پاسخ پرسش من کماکان در واقع معلق هست، معوق هست، این که تکلیف اهانت هایی که در ادیان مشخصا در خود دین اسلام به پیروان ادیان یا عقاید دیگر هست، اونا چی میشه؟ چون که همونطور که گفتم به هر حال از این اهانت ها بسیار هست، هم در قرآن هم در متون مقدس یا متون مذهبی دیگر شیعه. من به خوانشی از اسلام باور دارم با عنوان یه رفرمیست مسلمان، و اگر لازم باشه میشه به ترجمه فرهنگی پاره از این احکام هم مبادرت ورزید، چرا که دیگر رفرمیست های مسلمان هم گفتن که این خوانش مدارا محوره و متضمن پاسداش حقوق دیگران است. بر همین سیاق از من اگر بپرسید، نه تنها حقوق اقلیت های مذهبی مثل بهائیات، مثل اهل سنت در یه جامعه شیعه مذهب باید پاس داشته بشه، که حقوق بنیادین خدا ناباوران هم باید پاس ولی داشته. ولی اون متون نمیشه اصلاحشون کرد، درسته؟ یعنی شما نه، من عرض میکنم چرا میشه. من میگم به خوانشی باور دارم که این هم متضمن نوعی پالایش و متضمن به دست دادن. یک سوال میتونین ازشون بکنین شما؟ برمیگردیم، ولی آقای یزدانجو، مفهومی که زیاد بهش اشاره میشه بحث سکولاریسم ستیزگر هست، یعنی اینکه به هر حال نوعی از سکولاریسم الان یا سالهاست، در سالهای اخیر نشو و نما کرده که برای مبارزه با حالا اونچه که خودش خرافات دینی میشناسه، شما هم بهش اشاره کردید، به گونه ای رفتار میکنه که میتونه حالا ستیزه جویانه تلقی بشه ازش. این رو چگونه میبینید؟ چون اونچه که حالا شما اشاره کردید به بحث خرافات و اینها، از دید شما ممکنه یه چیزی خرافه باشه، ولی از دید من عین امر مقدس باشه اون چیز. خب دقیقاً بحث همینه که وقتی که ما داریم از آزادی بیان صحبت میکنیم، باید توجه بکنیم که این یک بحث درون دینی نیست. از درون دین نمیشه با آزادی بیان به عنوان یک حق همگانی صحبت کرد، به این دلیل که ادیان وقتی داریم صحبت میکنیم هیچ ایده کلی نمیتونه جایگزین این تک تک ادیانی بشه که میدونیم تفاوت‌های بسیار مشخصی با هم دارن، در عین تشابهاتی هم که دارن. مثلا ادیان ابراهیمی به شکل سازمان یافته مشترکات بسیار زیادی دارن، ولی می‌بینید که با ادیان یا آیین‌های شرقی مثل آیین بودایی یا آیین هندو خیلی خیلی تفاوت‌های تعیین کننده‌ای هم دارن. من فکر میکنم که اگر که باز رجوع کنیم به همون سنت روشنگری، بدون اینکه بخوایم وارد این بحث جزئیات بشیم که حالا فرضاً بحث آیا محدود به کاتولیسیسم بود یا محدود به یک دعوای درون دین مسیحیت بود، فکر میکنم که اون چیزی که در صده‌های بعدی اتفاق افتاد به روشنی نشون داد که بحث روشنگری بحث اومانیسم بود، بحث انسان محوری بود، و حالا اون موقع چیزی که نیروی مخالف بود ممکن بود یک فرقه خاصی از مذهب مسیحیت باشه یا فرقه های دیگه ای باشن. و در نظر بگیریم که همین آزادی بیان یک مفهومی است که به شکل تاریخی تحول پیدا کرده، در واکنش به غلبه فضای دینی این اتفاقات افتاده، و طبیعی است که امروزه با وجود رسانه‌های مختلف، با وجود آزادی‌های مدنی بیشتر، سکولاریسم ممکنه که فرصت بیان بیشتری برای خودش پیدا بکنه. همچنان که این رو هم فراموش نکنیم که
این بحث اقلیت و اکثریت بسیار فریبنده است. شما دائم دوستان اشاره میکنن که مثلا فرانسوی ها اقلیت مسلمان در اونجا ساکن هستند، در این حال این اقلیت اکثریت بسیار بزرگی در سطح دنیا رو هم تشکیل میده. درسته آقای سرفی. من دو نکته بگم بعد یک ثانیه. نخست اینکه وقتی که پای آثار نظری در میان میاد، یعنی مقالات، و پای آثار هنری و ادبی، به خصوص پای آثار هنری و ادبی، اصولا نه ما میتونیم مقدسات رو تعریف کنیم نه توهین رو، و به همین دلیل هم هستش که آوردن دو قیدی که تعریفش ملوط میشه به تشخیص افراد خطرناکه، چون وقت هر فردی یک چیزی میگه. مثال مشخصش رو من میزنم در مورد حرفی که آقای دباغ زدن. ایشون گفتن که من از آزادی مذهب بهائیت دفاع میکنم، یعنی مفهومش این است که اجازه دارن آثارشون منتشر میکنن. خیلی خوبه، این واقعا یه قدمی است. اما وقتی که من، اگر کسی شیعه باشه که فکر میکنم ایشون هستن، حالا اگر کسی شیعه باشه اعتقاد داره و حقم داره این اعتقاد داشته باشه که رهبران بهائیت، یعنی سید علی محمد باب و واه الله، آدم های دروغگویی هستند، چون اینها گفتند که ما پیام آوردیم از طرف خدا، یا چه هستیم، هر چی میگویند دروغ است، چون پیامبر اسلام خاتم الانبیا. حالا به هر دلیل این، من اصلا نه بهایی ام نه شیعه، برام من نمیخوام حالا وارد بحث کنم کی درست میگه، اصلا این بحث برای من مطرح نیست. این بحث مطرح هستش که وقتی شما به یکی میگین که آقا مقدس ترین چهره های شما دروغگو هستند، یا مسلمانان معمولا میگن، نه همشون، که کتاب های مقدس مسیحیان و یهودیان جعلیست، خدشه داره، در او دست برده شده، حذف شده. همین حرف های کسی راجع به قرآن بزنه توهین محسوب میشه. سلمان رشدی یکی از مضامین کتابش همین هست که بعضی از آیه ها گفته خدا نیست. بنابراین میبینیم که ما یه چیزی رو وقتی خودمون میگیم به دیگری توهین نمیبینیم، درست همون رو اگه کسی به ما بگه توهین محسوب میکنیم. چرا؟ نه اینکه چون آدمای بدی هستیم، ما بسیار هم آدمای خوبی هستیم، بسیار. به دلیل اینکه توهین مرزش مشخص است. این یک نکته. نکته آخر هم این که بحث آزادی بیان، نه بحث الان، از هر جا که آمده سابقه تاریخی، الان یک بحث جهانیه، یعنی در چین هم مطرحه، در نمیدونم هندوچین هم مطرحه، در ایران هم مطرحه. این یه حق بنیادی بشری هستش که عده‌ای برای تحقق بیشتر اون مبارزه میکنن. آقای محمد ببین، یه جمله درباره سخن آخر آقای سرکوهی من بگم. آزادی بیان یه بخشی از ارزش‌های جدایی ناپذیر امپراتوری مسلط امروز جهان. این نکته اول. نکته دوم این که برمیگردیم به، من قبول دارم توهین و اهانت یه بحث کاملا ذهنیه، سابجکتیوه، ولی مسئله اینه که من و شما تقریبا هممون فکر می‌کنم موافقیم که نجات پرستی محکومه. خب ولی شما موقعی که به یه آدمی میگی نجات پرست، اگه با خودش صحبت کنی، هیچ وقت نمیگه آقا من صبح میخوام بلند شم از خواب برم یه حرف نجات پرستانه بزنم پدرم رو در بیارم. اگه ازش بپرسی میگه من دارم میرم حقیقتو میگم، پای حقیقتم وای میسن. تفاوت در چیه؟ تفاوت در اینه که اون یه منطقی دارد و یه عقلانیتی برای خودش قائله، برای کاری که داره میکنه، که فکر میکنه این حقیقت مطمئن، ما از اون متنفریم، اونو محکوم میکنیم، قبولم نداریم اینو. حالا دست بر قضا این گفتار نجات پرستانه در اقلیت واقع شده، قدرت نداره، قدرت سیاسی نداره، اهرمی نداره برای که حرفشو مسلط کنه. ولی حرف آقای سرکوهی این هست که اینجای تناقضی که وجود داره این هست که مسلمانان آنچه را که بر خود نمیپسندن بر دیگران میپسندن، یعنی مثلا مسلمان شما به اینجوری نگاه کنید، اینی که میگن مثلا چیه مسلمون، میگه مثلا بهایی دروغ میگه. خب شما یه قدم بیاد عقب‌تر، اونی که ملحده اصلا میگه تمام دیندارا دروغ میگن به خاطر اینکه خدای وجود نداره. یعنی شما این دروغ دونستن، کذب دونستن، اینو آزار نمیده. پس مسئله اصلا یه دایره بحث دیگری دارد. آقای سرکوهی یک من یک نکته بگم فقط راجع به این امپراتوری، چون یعنی اجازه بدید این مسئله امپراتوری که خیلی بحث شده، یعنی عده میگن که آره اصلا این مسئله آزادی بیان وسیله دست امپراتوری است، قدرت های بزرگ، نه عرض بنده نیست، ببخشید اصلا من اصلا نکته من این نبود، اصلا مهم نیست برای من به عنوان یک نویسنده که همه عمرش در آزادی بیان سعی میکنه و سعی خواهد کرد. برای من مهم نیست که حسن و حسین و تقی و نقی هم این را میگویند یا نمیگویند. یک حق بنیادی بشری وجود داره که این حق رو مانع میشن که تحقق پیدا بکنه. این توجه بکنیم که ما چه زاویه‌ای داریم با مسئله برخورد میکنیم. بسیار. اگر برگردیم به همون پرسش ابتدای صحبت آقای دباغ، این که به هر حال ما با یه مساق خیلی روشن و مشخصی طرف میدونیم راجع به چی صحبت میکنیم. بحث کاریکاتورهایی هست، همین کاریکاتوری که دیروز روی، یعنی دیروز چهارشنبه روی جلد شارلی ابدو منتشر شد. فکر میکنید که واقعا جلوی چنین کاریکاتورهایی رو باید گرفت؟ میخوام ببینم که در نتیجه این بحث احیانا تغییری در نظر حاصل شده یا. من یه نکته راجع به سخنی که آقای سرکوهی گفتن و در مقام ایضاح عرایض خودم عرض بکنم. ببینید در اینجا بعد بحث الهیاتی رو با بحث حقوقی نباید
به هم عرض می شود که احکامش رو بیاموزیم. من با عنوان مسلمان خب روشنه که با آموزه‌های بهاییت و بر سر مهر نیستم، کما که یه مسیحی با من به لحاظ الهیاتی بر سر مهر نیست. ما اینجا بحث الهیاتی نمی کنیم، بحث حقوقی می کنیم. من هم مثل ایشون به آزادی بیان و حق آزادی بیان قویاً و عمیقاً باور دارم و فکر می کنم از حقوق دیگر ادیان و مذاهب و همچنین خدا ناباوران باید دفاع کنیم. بر همین اساس هم انتظار دارم که اونها هم این کارو بکنن. من مرادم این است که اتفاقا اشاره کردن که از دستاوردهای نیکوی عصر روشنگری بوده همه این تحولات. امثال من گلهشون اینه که چرا الان اون دستاوردها پس پشت نهاده شده، چرا دیگری چندان دیده نمی شود و چرا دغدغه های او و به اصطلاح ترجیحات او و معتقدات او پیش چشم قرار نمیگیره. از ابتدای عرایزم هم گفتم، بازم تاکید میکنم، مقدسات رو اینجا یه معنای متافیزیکی و مبهم نکنید. این روشن شد آقای گفتن. آقای دباغی یک سوال، یه نکته ای که هست، چون اشاره به این شد که این یک نوع توهین هست به 1.5 میلیارد مسلمان، حالا یا اندکی بیشتر، و پدر معنوی اونها. پرسش این است که آیا واقعا 1.5 میلیارد مسلمان از کشیده شدن یا دیدن این نوع کاریکاتورها ناراحت میشن، یا اینکه این تحریکی هست که از طرف رهبران جامعه مسلمان میشه و تزریق میشه به بدنه جامعه؟ والا من تصور میکنم که بخشی از این جمعیت، من عدد و رقم ندارم، اما واقعا آزار میبینن، ناراحت میشن. یعنی این لزومن هم کاری به رهبران اونها نداره، چنان که آوردم یه تعلق خاطر عمیق وجودی و معرفتی نسبت به یک فرد دارن. به من و شما اگر کسی به پدرمون اهانت بکنه، خب ناراحت میشیم. میشه خود رو جای کسی گذاشت که پیامبر اسلام رو بسیار دوست میداره و این شخصیت برای او معزز و محترمه، هویتش رو از او گرفته. لازم نیست که تشویق و تحریک رهبران دینی باشن. من به همین جهت گفتم که نحوه زیست دینی برای غیر دینداران اگر بهتر ملموس بشه و راجب اون بیشتر و عمیق‌تر بیندیشن، بدون اینکه لزوماً دیندار بشن، شاید بهتر بتونن دریابن که یه مسلمان واقعا ناراحت میشه. و من اگر باشم، من قانونگذار نیستم، من شهروند کشور فرانسه هم نیستم، اما این رو میفهمم که انتشار این کاریکاتورها نوعی نفرت پراکنیه و آخر نتایج سویی بر آن مترتب خواهد بود. نکته آخرم عرض بکنم، به مثابه یک اصل عملگرایانه، حتی نه بحثای حقوقی، اخلاقی، الهیاتی که بخشی از آنها امروز انجام شد، به لحاظ یک اصل پرگماتیک و عملگرایانه، ما در روزگاری زندگی بکنیم، اونم در عصر رسانه ها که هستیم، که طرفین، چه دینداران پاس بدارن حقوق غیر دینداران رو و ملحدان رو، و چه از سوی دیگری، قاعدتا این زندگی رهگشاتر و کارآمدتر و توأم با شکوفایی بهتره. آقای یزدانجو، همزیستی توأم با احترام متقابل. آقای یزدانجو، این پیامی که در صحبت آقای دباغ هست رو فکر میکنید که اگر از طرف رهبران جامعه مسلمان هم شنیده بشه، و میگم خیلی وقتا این نوع کاریکاتورها یا این نوع حالا آثار هنری، کتابها و اینا، ضرورتا میبینیم که ممکنه یک کتابی منتشر میشه، 3 ماه 4 ماه تو بازار هیچ اتفاق نیفتاده، ولی به محض اینکه یک رهبر مسلمان روش انگوش میذاره، ماجرا ابعاد عجیب غریبی میگیره، ممکنه که 10 نفر کشته بشن سرش. این رو چگونه میبینید، نقش رهبران مذهبی رو؟ خب دقیقا من موافقم با این بحث که بخش زیادی از این اتفاقات نتیجه اون چیزی است که به دینداران القا میشه، و اینی که انتقاد برخورنده است، طبیعی است که انتقاد برخورنده است. هر آدمی که ایده نوعی میاره، مثل خود پیامبران ادیان مختلف، برای جامعه های خودشون آدم های بسیار برخورنده ای بودن، چون حرف تازه ای برای گفتن داشتن و اون آدم ها در اون دوران جریحه‌دار میشدن از اینی که مقدساتشون در اون دوران مورد انتقاد یا در نهایت مورد اهانت قرار بگیره. اما دقیقا در مورد همین مثال کتاب که گفتین، خب من نویسنده‌ام، حرفم ادبیات داستانی است، میخوام یه مثال بیارم به جای این مثال کاریکاتور که شاید برای خیلی از هموطنان ما ناملموس باشه. 70 سال پیش ما در ایران نویسنده‌ای داشتیم به اسم صادق هدایت که هنوز بزرگترین نویسنده مدرن ایرانی است، و هدایت در اون دوران آثاری نوشت که در ایران قابل انتشار نبود، مشخصا 2 کتاب توپ مرواری و البعثت الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه، که اینها انتقاداتی بسیار گزنده‌ای دارن از فرهنگ ایرانی و فرهنگ دین مسلط در ایران که اسلام باشه.
اون کتاب ها در اون دوران اجازه انتشار پیدا نکردند به دلیل اینکه آزادی بیان به اون صورت وجود نداشت و ما امروز به جایی رسیدیم که شاهکار این نویسنده بوفکور هم اجازه انتشار نداره در ایران. آیا این روند در نهایت به سود مردم ایران تموم شده؟ ایرانیان بدون هدایت امروز ایرانیان بهتری هستند؟ این رو خود مردم باید ماجرا حد یقف نداره در یکی دو جمله آقای من فقط دو سه مختص هر کم در یک جمله میگم. یکی این که عده ای ناراحت میشن از اینکه فلان امر انجام بشه. در بحث آزادی بیان صحبت میکنیم نه رفتار، یعنی عده ای ناراحت میشن که کتاب سلمان رشدی منتشر شده، عده ای ناراحت میشن که این یا اون. بنابراین از آزادی بیان خودتون صرف نظر کنین تا ما ناراحت نشیم، برای اینکه ما آدم های رنج دیده و در اقلیت و غیره هستیم. این یک بحث اخلاقیه نه بحث حقوقی، یعنی یکی میتونه با من حرف بزنه منم بگم باشه این عیبی نداره، اما من حساب میکنم چه چیزی رو دارم از دست میدم و من میدونم به مجرد اینکه عقب بکشم بگم خب چون شما راحت میشید من از این بخش آزادی بیانم صرف نظر میکنم، من میدونم که اینها فقط نیستن، بعدا بقیه هم میان، یعنی همه دور. این یک نکته، بنابراین این شوخی نیست. دومین نکته این هستش که شما توجه بکنید که کتاب سلمان رشدی در اون صحبت که شما کردین، این کتاب چاپ شد یک سال بعد در ایران دست به دست میگشت، من خوندم خودم، کتاب‌های قبلیش جایزه جمهوری اسلامی گرفت، هیچ خبری هم نبود. بعد شد که یک دفعه رهبران سیاسی آمدن از این بهره برداری سیاسی کردن. این دو نکته. و نکته آخر این هست، بیان عقاید و بیان آثار هنری ادبی همیشه در ناراحت میکنه، اما میشه از اونا هم گفت شما لطفاً ناراحت بشین اما کسی رو نکشین و بگذارین که بحث به صورت کلام پاسخ کلام رو به کلام بدین تا مسئله حل بشه. آقای محمدی دو سه جمله واقعا خیلی خلاصه. شما جان آدمی مقدسه، شما نمیتونید دست بهش بزنید تحت هیچ عنوان، به هیچ بهانه‌ای. شما به خاطر اینکه کسی حرف زد یا هر کاری کرد خون هیچ کسی رو نمیتونید بریزید، چه دیندار باشید چه بی‌دین باشید. نکته اول. نکته دوم این که آزادی بیان یه ظرف توهیه که شما پرش می‌کنی با این چیزی و فانکشن سیاسی داره، کاربرد سیاسی داره و هر کسی زودتر بتونه سوار این پرچم رو ببره بالا بگه آقا من از حق آزادی بیانم استفاده می‌کنم، به این معنا که این آزادی بیان اصلا ممتنع و وجود خارجی نداره. شما استفاده میکنی ازش توی متمم اول، تمام حقوقدانانی که در آمریکا بحث کردن سر این، مبنای بحثشون، نقطه عزیمتشون، مشکل امتناع فلسفی قصه بوده. ولی خب هیچ کی بحث نداره سر اینی که شما به خاطر اینکه حرفتو میزنی با جانت گرفته بشه یا خونت ریخته بشه. من فکر نمیکنم هیچ کدوم از ما سر این بحث داشته باشه. بسیار بسیار متشکرم. داریوش محمدپور، فرج سرکوهی، سروش دباغ و پیام یزدانجو، بسیار ممنونم از هر چهار آقای. در ایران 28مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی هفته گذشته برگزار شد. در حاشیه این کنفرانس مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان هم با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران دیدار کرد که با استقبال بسیاری روبرو شد. با این حال در روز پایانی هفته وحدت نیروهای امنیتی ایران از برگزاری نماز جماعت اهل تسنن در تهران به امامت مولوی عبدالحمید جلوگیری کردند. در این بخش برنامه مهمان جدیدی به ما پیوسته، عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن با ماست. آقای دوشوکی خیلی خوش آمدید به برنامه ما. شما در این 28مین کنفرانس وحدت اسلامی بود، ولی به حال هفته وحدت فکر کنم حتی طولانی تر از این، سابقه طولانی تری داره. در حال 30 سال گذشته شما فکر میکنید که هفته وحدت و برگزاری هفته وحدت بین شیعه و سنی چه دستاوردی داشته در داخل ایران؟ واقعیت اینه که در عرض این 36 سال گذشته اهل سنت قربانی نوعی انحصار طلبی و تعصب مذهبی مقامات شیعه جمهوری اسلامی بودند. از طرف دیگر این نگاه امنیتی به بعضی از مناطق اهل سنت مثل ترکمن صحرا، بلوچستان، کردستان بوده. و سوم مسئله سیاست های حذفی بوده، چه حذف در، یعنی در ته 36 سال اهل سنت هیچ گونه مقام و منصبی در رده های بالای جمهوری اسلامی یا حتی رده های متوسط نداشتن. در نتیجه این سیاست حذفی به دلیل نگاه های امنیتی، یکی دو مورد استاندار رو اینها داشتیم، حالا شاید شما منظورتون بالاتر از این هست. استاندار شیعه بوده، یعنی استاندار آقای ناروی به عنوان مثال استاندار شیعه بوده نه استاندار سنی، و به همین دلیل اینها باعث میشه که اصولا جمهوری اسلامی از هفته وحدت که متاسفانه اون هفته وحدت هم بر اساس تفرقه و دو دستگی، این هفته وحدت هفته است که نشون میده که هر دو این فرقه فرق مذهبی به روز ولادت پیامبر اسلام موافقت نمی کنه. حالا گذشته از اون که بر اساس این تفرقه هست این وحدت، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هم مشخص نکرده که منظورش از هفته وحدت اصولا یک هفته هست فقط یا وحدت کلی در سرتاسر سال. و موضوع دوم اینه که آیا این وحدت یک وحدت تاکتیکی
حقیقی هست فقط برای مصرف داخلی و نمایش بین‌المللی، یا یک وحدت ایدئولوژیکی هست بر اساس مبنای مشترک اصول اسلام که هر دو واقعا شیعه و سنی مشترکن، یا اینکه استراتژیک هست. به همین دلیل ما می‌بینیم که بلافاصله بعد از اینکه هفته وحدت، یعنی این نمایش وحدت تموم میشه، اهل سنت حتی نه تنها اجازه ندارن که خودشون در تهران مسجد داشته باشن، بلکه اجازه نمیدن اونها به نمازخانه های یا سالن هایی که به نمازخانه تبدیل کردن در مناطقی مثل پونک تهران برن نماز بخونن. خب این نشون میده که این هفته وحدت بیشتر در کلام هست تا کردار. الان جامعه سنی ایران فکر میکنه که واقعا احساس وحدت و همدلی با کلیت کشور نمی کنند با توجه به صحبت های شما؟ چون مثلا در انتخابات ها ما می بینیم که اتفاقا در اینجاها میزان مشارکت بسیار بالاست. ببینید این مسئله من خیلی روش تاکید کنم که جامعه اهل سنت ایران مثل بقیه ایرانیان خودشونو بخشی از بقیه مردم می دونن و جمهوری اسلامی فقط با اهل سنت دشمنی یا سیاست حذفی نداره، بلکه با همه دیگر اندیشان، حتی با شیعیایی که در مسیر ولایت فقیه نیستن. در از اون مشخصه که مردم اهل سنت خودشونو در اون چارچوب میبینن و به همین دلیل در موازی که گزینه ای داشته باشن، حتی گزینه بین بد و بدتر داشته باشن، همیشه پای صندوقای رأی میدن که رفتن در طی این سالها. و ولی واقعیت اینه که در این حال اونها این امید رو دارن که این سیاست‌های حذفی و با حاشیه‌ران شدن مردم اهل سنت در مناطق مختلف ایران به پایان برسه. اما متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها این سیاست‌ها رو به پایان نرسونده، ما می‌بینیم که هنوز هم اون سیاست‌ها به انهای مختلف ادامه داره. به نظر می‌رسه شما وقتی میگید برخورد حذفی با جماعت اهل سنت یا ایرانیان سنی، معتقد به نوعی تبعیض هستید، یعنی فکر میکنید که یک نوع تبعیضی قائل میشن در مورد این؟ بله، تبعیض که از هرالمن الشمس هست در ایران. واقعیت اینه که چرا؟ در چه زمینه؟ ببینید اولا در زمینه قانون نگاه کنیم. از منظر قانون اساسی رهبر و رئیس جمهور این دو مقام بالا نمیتونن اهل سنت باشن، باید شیعه باشن. مذهب رسمی شیعه هست. در جمهوری اسلامی تمام وزرا و حتی در گذشته نخست وزیرا و الان ریاست جمهورها، وزرا، حتی معاونان وزرا، رده های بالای سپاه، نیروهای انتظامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، تمام این نهادهای مختلف، حتی یک کدوم از اینا یک سنی توش نیست. چه میدونید آقای دوشو که فکر میکنید راه حل تغییر بنیادین شیوه و نگرش هست؟ واقعیت اینه که من در اعلامیه، در بیانیه پایانی این کنفرانس دیدم که بیاییم بر اساس شرع با همدیگه وحدت بکنیم. خب منظور از شرع کدوم طرف است؟ شرع اهل سنت یا شرع اهل تشیع؟ و این اختلاف برانگیز بوده در طی قرنها. به همین دلیل من معتقدم که جمهوری اسلامی اون چرا که خود آقای رئیس جمهور در این کنفرانس گفتن، اگر به اونها عمل بشه در پروسه عملی نه در پروسه کلامی، یعنی جمهوری اسلامی، خود آقای رئیس جمهور اگر واقعا اعتقاد دارن به حرفایی که زدن، در فرصت بعدی یک وزیر از اهل سنت و حتی معاون وزیر از اهل سنت تعیین کنند، به مردم اهل سنت اجازه بدن یک مسجد در تهران داشته باشند. این آغاز کار هست که نشون میده وحدت در عمل اجرا شده. عبدالستار دوشوکی، بسیار متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت BBC فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق وبسایت ما، همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.